رسوایی بزرگ رهبران شمال. خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال ما برای آگاهی از اخبار جدید و روزانه. کانال ما را سابسکرایب نمایید. احمد فهیم توخی روی صفحه فیسبوک خود می نگارد. رسانه ایتالیایی با نشر اسناد جدید از رشوه 60.9 میلیون دلاری اسارتا و 50.9 میلیون دلاری مارشال دوستم برای جنگ نکردن توسط قطر خبر می دهد. 110 میلیون هم قبلا گفته بود که رئیس جمهور پیشین دکتر اشرف غنی گرفته است. همچنان این در حالی است که اطلاعات روز روی صفحه وبسایت خود می نگارد. طالبان در واکنش به وضع محدودیت ویزا برای اعضای این گروه توسط آمریکا فشار نتیجه نمی دهد. وزارت امور خارجه طالبان وضع محدودیت ویزا از سوی آمریکا برای اعضای این گروه را مانع برای پیشرفت روابط دو طرف دانسته است. در عین حال گفته که اعمال فشار نتیجه نمی دهد. آمریکا در واکنش به منع تحصیل و کار زنان توسط طالبان برای اعضای این گروه و کسانی که سرکوب زنان نقش دارند محدودیت ویزا وضع کرده است. وزارت خارجه طالبان در واکنش به این تصمیم آمریکا عصر امروز پنجشنبه 13 آلمدال با نشر اعلامیه گفته است که این گروه به عنوان حکومت مسئول و تمام حقوق مردم خود که دین اسلام فرهنگ پذیرفته شده و اقتضای زمان آن را ایجاب می کند متحد است. این وزارت گفته است که حکومت طالبان با وجود مزیت های مالی و بانکی تلاش می کند تا شرایط زندگی مرفه را برای مردم مهیا کند. وزارت خارجه طالبان در عین حال محدودیت مالی و بانکی نامشروع خوانده و گفته است که ادامه این محدودیت نقض صریح حقوق بشر مردم افغانستان است. این روز وزارت همچنین گفته است که آمریکا باید به توافقنامه دوحه متعهد بماند، با عملی کردن آن نشان دهد که اسناد منعقد شده تعهدات با آمریکا قابل اعتماد است. وزارت خارجه طالبان در ادامه علاوه کرده که این گروه آماده است تا با ایالات متحده روی تمام مسائل مورد اختلاف بحث کند. حکومت طالبان تصمیم اخیر آمریکا را محکوم و تاکید کرده که موارد اختلافی باید از مجاری دیپلماتیک حل شود. وزارت خارجه این گروه یادآوری کرده است که رابط دو جانبه ما نشان داده که اعمال فشار نمیتواند برای حل مسائل کمک کند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا دیروز در بیانیه گفت تا زمانی که طالبان به حقوق بشر و آزادی اساسی همه افغانها از جمله زنان و دختران احترام نگذارند، نمیتوانند انتظار احترام و حمایت جامعه جهانی را داشته باشند. او در همین حال گفته که در هماهنگی نزدیک با متحدان و شرکای آمریکا رویکردی را ادامه میدهد که برای طالبان روشن میکند که اقدامات این گروه هزینه های همراه خواهد داشت و راه را برای بهبود روابط با جامعه جهانی بسته خواهد کرد. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما بودید. برای آگاهی از اخبار جدید و روزانه کانال ما را سابسکرایب نمایید.